حقایق باور نکردنی از زندگی شخصی رضا رویگری و آخرین وضعیت زندگی و سلامتیش، همینطور ماجرای دو ازدواج جنجالیش و ازدواجش با تارا کریمی که سالها از خودش جوانتره و ماجرای رها شدنش توی آسایشگاه کهریزک و حواشی و اتفاقاتی که سال گذشته براش افتاد. با ما همراه باشید، راجع به آخرین وضعیت رضا رویگری و شرایطش توی این روزها صحبت میکنیم. سلام سلام، چطورید رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه و اوضاع احوال به کام باشه. خب، رضا رویگری متولد 6 دی ماه سال 1325 در شهر تهران هست. بازیگر، خواننده و نقاش معروف ایرانی که از سالهای قبل از انقلاب فعالیت هنری انجام میداده. جالبه بدونید که رضا رویگری بعد از گرفتن دیپلم به حوزه علمیه رفت و درس طلبگی و آخوندی رو گذروند. اون دانش آموخته دروس ابتدایی حوزه به اسم جامعة المقدمات نزد امام جمعه تجریش توی محل زندگیش هستش که این دروس رو در 23 سالگی گذروند و مدرکش رو هم موفق شدش بگیره. بعد از گرفتن مدرک مقدماتی حوزه خیلی انگار به ادامه تحصیل حوزوی علاقه نشون نداد و تو همون 23 سالگی تصمیم گرفتش که به تئاتر مشغول بشه. اون اولین اجرای تئاترش رو در سال 48 و در 23 سالگی تجربه کردش. رویگری توی خانواده نسبتاً مرفه و ثروتمند در تجریش تهران به دنیا اومد و تنها فرزند خانواده‌اش هم بود. خودش در مورد پدرش میگه: پدرم یک آیت الله بدون عمامه بود و همیشه آرزو داشت که من روحانی بشم. به همین خاطر هم مدتی به اصرار پدرم درس حوزوی رو گذروندم، ولی خب خودم علاقم چیز دیگه ای بود و مجبور شدم اون رو کنار بذارم. در نوجوانی به 2 چیز خیلی علاقه داشتم، یکی خلبانی بود و دیگری بازیگری. بعدها نقاشی هم این وسط پیدا شد، اما به خاطر اینکه پدرم راضی نبود الکی در آزمون خلبانی رد شدم که یه وقت مسیرم به سمت خلبانی نکشه. بعد از اینکه 2 بار در آزمون خلبانی رد میشه، تصمیم میگیره که خیلی سفت و سخت به بازیگری بچسبه. در سال 48 اولین تئاترش رو از طریق معرفی یکی از دوستانش به خانم خوجسته کیا، کارگردان مشهور تئاتر، تجربه میکنه که توی این تئاتر میخواستن که یه بازیگر خوش صدا باشه که ضمن اجرای تئاتر بتونه براشون آواز هم بخونه، و این شدش که اولین تجربه خوانندگی و بازیگری رضا رویگری توی این تئاتر شکل گرفت. بعد از چند سال بازی در تئاترهای مختلف و حتی همکاری با ساموئل خاکچیان در سال 52 با سریال چنگک جلوی دوربین رفت. تا انقلاب کنار تئاتر در یک سریال دیگه به نام لحظه ها هم بازی کردش. روزهای منتهی به انقلاب و زمانی که هنوز شاه و ساواک سر جاشون بودن، آیه های قرآن رو به صورت سرود میخوند که چند باری در گلدسته های دانشگاه تهران این سروده ها هم پخش شد. اون بعد از پیروزی انقلاب سرود معروف الله الله رو اجرا کرد که توی اون سالها بارها از آنتن زنده تلویزیون و رادیو پخش می شدش. بعد از انقلاب از سال 61 وقتی که 36 ساله بود با سریال محله بروبیا به بازیگری برگشت و در سال 63 هم اولین تجربه سینمایی خودش رو با فیلم عقاب‌ها به دست آورد. رویگری اولین بار با خانم فرشته میر هاشمی که فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته شهرسازی و دکترای روانشناسی از کالیفرنیا بود ازدواج کرد. حاصل این زندگی تولد پسری به نام کیارش که در سال 53 به دنیا اومد شد. اما این رابطه به خاطر مخالفت‌های رویگری با کار همسرش به جدایی و طلاق ختم شدش. رضا رویگری برای بار دوم در سال 92 وقتی که 67 ساله بود با دختری به نام تارا کریمی که 24 ساله بود ازدواج کرد که اختلاف سنی اونها یه چیزی هولوش 43 سال بود. تارا کریمی متولد 68 بود و رضا رویگری متولد 25. خانم تارا کریمی قبل از ازدواج اونجور که از عکس‌هاش مشخصه خیلی نه شهرتی داشتش، نه اونجوری هم که مشخصه ثروت یا خانواده سطح بالایی، ولی خب بعد از
ازدواجش با رضا رویگری انگار کلن کوبوند و از نو همه چیز رو ساخت. ولی با این حال توی خیلی از مصاحبه‌هاش گفته که من قبل از ازدواجم با رضا رویگری هم بیزینس های خودم رو داشتم و حتی در خارج از کشور کار مدلینگ انجام میدادم. جالبتر از اون این که خانم تارا کریمی توی یه مصاحبه‌ای که اوایل ازدواجشون انجام داده بود میگفتش که من قبل از آشنایی با رضا رویگری در سال 91 اصلا ایشون رو به عنوان بازیگر نمیشناختم و کلن هم حضور ذهن نداشتم که فیلمی از ایشون رو دیده باشم، چون من کلن خارج از کشور بودم و اصلا فیلم‌های ایرانی رو دنبال نمی‌کردم. اون میگه در افتتاحیه یه برنامه در شیراز که آقای رویگری به عنوان مهمان برنامه دعوت شده بود، من به اتفاق دوستم که مسئول میزبانی مهمان‌ها بود برای استقبال به فرودگاه رفتیم. اولین بار ایشون رو اونجا دیدم. چند روزی که شیراز بودن با هم آشنا شدیم و در نهایت بعد از یک سال با وجود مخالفت شدید خانواده‌ام با هم ازدواج کردیم. 9 ماه بعد از ازدواج دوم در دی ماه سال 92 بود که آقای رویگری زمان شستن دست و صورتشون ناگهان دچار سرگیجه شدن و به زمین افتادن و در نهایت در بیمارستان مشخص شد که ایشون سکته مغزی کردن و بعد از اون هم کاملا ضعف بدنی پیدا کردن و کلن روی ویلچر بودن و اینجوری بودش که زمینگیر شدن و یک سال هم خوشی‌های زندگی برای ما دوام نداشت. رضا رویگری در مورد ممنوع فعالیت شدنش هم میگه که سال 89 بعد از پخش سریال مختارنامه حدود 4 سال در تلویزیون ممنوع فعالیت شدم. چندین بار برای کار دعوت شدم اما به دلایل نامعلومی در آخر با من قرارداد بسته نشد. حالا خیلی ها میگفتن که میخواستن نقش کیان سریال مختار یه مقدار یونیک بمونه و رویگری توی نقشای متفرقه بازی نکنه که این شخصیت لولش بیاد پایین. اما سال 1390 و حضور رضا رویگری در فیلم سینمایی اخراجی ها 3 و حضور به عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باعث شدش که اون حسابی پرحاشیه باشه و خیلی از مردم هم به نسبت به اون حملاتی رو انجام بدن. خیلی ها معتقد بودن این نقشی که رضا رویگری بازی کرده شباهت های زیادی به میرحسین موسوی که اون موقع تازه عصر خونگی شده بود داشت و یه جورایی معتقد بودن که رویگری با این کارش سمت مردم رو نگرفته و قصد تمسخر انقلاب مردم رو داشته. این حواشی و حملات به رضا رویگری باعث شدش که اون چند سال بعد به خاطر بازی در نقشی که در اخراجی‌های 3 داشت از مردم عذرخواهی بکنه. البته بعد از این صحبتایی که انجام داد صحبتاشو کلن زد زیرش و از ترس اینکه یه وقت براش ممنوعیت یا مشکلی ایجاد نشه گفتش که من به خاطر بازی در این نقش عذرخواهی نکرده بودم، کلن عذرخواهیم برای چیز دیگه ای بودش. توی سالهای اولی که رضا رویگری دچار بیماری شده بود و خونه نشین شده بود توی مصاحبه‌ای که انجام داده بود گفته بود که تارا تنها کسی هست که در این سالها با من بوده و همه جوره از من مراقبت کرده و همراه هم بوده. واقعا نمیدونم چطور ازش تشکر کنم. همسرم از لحاظ روانی همیشه حامی من بوده و با صبوری پا به پای من نشسته و زندگی کرده. رضا رویگری توی اوایل دهه 90 توی مصاحبه‌ای که انجام داد مدعی شدش که 300 میلیون از پروژه‌های مختلف طلب داره و این پول رو امیدی هم نداره که بتونه بگیره و با شرایط بد مالی که توی این روزها داره کاملا محتاج همین 300 میلیونه. اون توی این مصاحبهش گفت که شاید باورتون نشه بیش از 300 میلیون تومان از پروژه‌های مختلف طلب دارم، اما چه کسی می‌خواد این پول رو برای من بگیره؟ چرا هیچ نهاد و هیچ صنفی از من بازیگر که سالها در سینما و تئاتر و تلویزیون حضور داشتم و فعالیت کردم حمایت نمی‌کنه؟ من این روزها حتی در پرداخت هزینه اجاره خونم هم موندم. دیگر به ادامه درمانم هم امید ندارم و معلوم نیستش که چه سرنوشتی شامل من بشه. اما در سال 1419 شهریور ماه مریم ناظریان که به عیادت یا ملاقات رضا رویگری رفته بودش یه عکسی رو از این بازیگر معروف پخش کردش که شرایط بد پوشش و همینطور وضعیت بد جسمیش باعث شده بود که خیلی از طرفدارای ایشون نسبت بهش ترحم داشته باشن و از عدم توجه همسر دومش به وضعیت رضا رویگری شکایت بکنن. این قضیه گذشت تا 6-7 ماه بعد در 5 اردیبهشت ماه 1401 رضا رویگری ویدیویی رو به دست خبرنگاران رسوند و در اون اعلام کرد که توسط همسرش
چند روزی هستش که به آسایشگاه کهریزک آورده شده و اینجا رهاش کردن و رفتن. اون در این ویدیو بیان میکنه که حال جسمی خوبی نداره. تلفن همراه و سیم کارتش رو هم همسرش ازش گرفته و امکان دسترسی به دوستان و آشناهاش هم نداره و اون با پخش کردن این ویدیو از افراد مختلف و طرفداراش میخواد که کمکش بکنن و از این وضعیت درش بیارن. پخش شدن این ویدیو در سال 1401 حواشی زیادی داشت و خیلی از هوادارای رضا رویگری به همسر ایشون حمله کردن و ازش انتقاد کردن. افراد زیادی هم از آب گلالود ماهی گرفتن و به عنوان حامی اومدن با رضا رویگری عکس انداختن و مدعی شدن که بهش خونه میدن و مقرری ماهیانه میدن و از اینجور کمک ها. ولی خب عملا وقتی که یه تایمی گذشت معلوم شد که همه وعده وعید بوده، چه افراد دولتی که به رضا رویگری وعده داده بودن، چه افرادی که حالا به خاطر معروفیت و مشهوریت اومده بودن توی میدون. اما بعد از چند هفته و کلی آدم مختلف که با رضا رویگری عکس یادگاری گرفتن و بهش وعده وعیدهای مختلف دادن، با کمک چند تا خیر و همینطور صدا سیما یه خونه در اختیار رضا رویگری قرار داده شد و همینطور مقرر شدش که هزینه نگهداری ایشون، مقرری ماهیانه و حقوق یه پرستار برای نگهداری از رضا رویگری توسط انجمنهای خیریه و همینطور سازمان صدا سیما تامین بشه. و الان هم حدوداً یک سال و نیمی هستش که ایشون در این خونه با پرستارش زندگی میکنه و طبق ویدیوهایی که به تازگی منتشر کرده حال جسمی و روحیش بهتر هم شده. ولی خب از همسر دومش خانم تارا کریمی دیگه خبری نیست و انگار بهش سر نزده. ولی خب با این حال این دو نفر از همدیگه جدا هم نشدن و همچنان با همدیگه زن و شوهر هستن. انگار منتظر هستش که یه اتفاقی برای رضا رویگری بیفته و اموالش رو بالا بکشه. حالا مشخص هم نیستش که سرنوشت رضا رویگری به چه شکلی ختم میشه. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.